در چند هفته گذشته سالم عزیزی یک مهاجر افغان باشنده ناحیه وستچستر در حومه نیویورک که روزانه منحصر مکانیک اجرای وظیفه می کند، پس از انجام وظیفه و دوختن ماسک برای دکتران و نرس‌های شفاخانه های نیویورک ادامه می دهد. سالم خودش به ویروس کرونا مبتلا گردید اما از آن نجات یافت. بودجه مالی نداشتم که کمک بکنم به خاطر کرونا ویروس. همین فکرم گشت که یک ماشین بگیرم اما یه سلو سلو شروع بکنم به مجدوزی تا که مزار خدمت به مردم به ملت چه میگم مردمی که در شفاخانه هستن دکترای هستن بسیار دکترای خوب هستن که این ماکس های کس اکبر مصرف هست این ماکس رو که ما یه تیار میکنم این ماکس دوباره شد قبل شد شوم هستن میتونه دوباره استفاده بشوینم دوباره استفاده کنن. سالم در سال 2019 از طریق ویزه خاص مهاجرت از افغانستان وارد ایالات متحده شد. او در افغانستان در یک پروژه ساختمانی کار میکرد اما بنابر تهدیدهای طالبان افغانستان را ترک کرد. سالم یکی از 7 مهاجر است که در پروژه پیشگامی حیاتی مهاجر کار میکند. 6 تن دیگر آنان زنان هستند. وقت شیوع ویروس کرونا آغاز شد، فکر کردیم که ما چه کرده میتونیم، چگونه کمک کرده میتونیم. در میان ما کسانی هستند با قابلیت‌های خاص که میتونند مردم را کمک کنند. آنها آماده شدند صرف نظر از اینکه پول را به دست میآورند یا خیر. مهاجرین در این پروژه مقدار کم پول به دست می آورند. سالم می گوید کمک به جامعه در این حالات دشوار وظیفه اوست. او همچنان نگران خانواده و رفقای خود در افغانستان است. من که با دوستای افغانی به تماس شدم اونا را که گفتم که من خودم یه ماکس می سازم اونا تشویق شدن. دوستای فامیل اونا ماکس می دوزند. اونا دسترسی پیدا کردن به همسایگای ما و کسایی که بیرون میرن پی سودا مثلا به خرید میرن یا کسایی که مریض هم به شفاخانه میرن یا بسیاری وظیفایی که هستن مردم ها به وظیفه خود بره وظیفه فرصت نیستن به اونا کمک شوه شروع کردن اقدام کردن. چند روز میشه که ما اطلاع دارم از فامیلم از دوستایم اونا به مغزوزی شروع کردن به هم بر خود به فامیلا کمک کردن به کسایی که میشناسن به بیرون میرن به نو کمک شده ماکس. امینه احمد مهاجر کردی که در سال 2012 از جنگ داخلی سوریه فرار کرد و در سال 2017 به ایالات متحده آمد نیز در این پروژه کار میکند. مهاجرین میتوانند در هر چیز کمک کنند. ما تنها مهاجر نیستیم. انسان هم هستیم. باید همدیگر را کمک کنیم. امینه پس از تحمل سالها به سرنوشتی این پیام را به مردم در این وضعیت اضطراری صحی دارد. شاید برای مردم امریکا این وضعیت نگرانی کوتاه مدت باشد ولی برای من 5 سال را در انتظار جابجا شدن سپری کردم. بنابراین میدانم که آسان نیست ولی میگذرد. کمک به دیگران آن را آسان تر میسازد. پروژه همسایگان برای مهاجرین در نظر دارد تا نهاد پیشگامی حیاتی مهاجر را تا حد امکان کمک کند حتی بعد از ختم ویروس همگیر کرونا. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.